بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت تک تک شما خوبان. تعداد زیاد از همراهان عزیز ما که ما را در کانال رسای انفو همراهی می کنند تقاضا کردند که در رابطه با ای که یک شخص خانم خود را در زنا با یک شخص دیگر گیر می کند چی باید بکند؟ آیا او را بکشد و قتل برساند؟ آیا او را طلاق بکند؟ آیا او را بخشش بکند؟ دین مبین اسلام در این مورد چی حکم می دهد و آقای نایک نظرش در این مورد چی است؟ عزیزان ما درخواست کردند که در این مورد ویدیوی بسازیم و یک موضوع خیلی مهم و حیاتی است. در شروع نظر و صحبت های استاد عبدالصمد قاضی زاده را میشنویم که خیلی صحبت های دلنشین دارند و در ادامه صحبت های آقای دکتر زاکر نایک را میشنویم که خیلی نظر شوکه کننده ای در این رابطه دارد. پس دیده میشه که یک ویدیو خیلی جالب و در این حال خیلی مهم است. از شما تقاضا میکنیم که تا آخرین لحظات ویدیو ما را همراه باشید تا در این رابطه هر سوالی که در ذهن شما است حل شود. اگر کسی خانومش در حالت زنا میبیند با یک مرد نامحرم، آیا از نظر اسلام باید او را بکشد، سکوت کند، بخشش کند، طلاقش بدهد، با او زندگی کند؟ حکم اسلام در این مورد چیست؟ یکی از جمله موضوعات بسیار مهم که در بسیار از اوقات سوی تفاهم صورت میگیره، در نتیجه خلاف اسلام عمل میکنند بسیار از عزیزان، بحث لعان هست. یعنی چی؟ اگر کسی خانومش در حالت زنا میبیند با یک مرد نامحرم، آیا از نظر اسلام باید او را بکشد، سکوت کند، بخشش کند، طلاقش بدهد، با او زندگی کند؟ حکم اسلام در این مورد چیست؟ ببینید، در زمان رسول صلی الله علیه و سلم یک کسی میاد نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، من همسرم را دیدم با کسی زنا میکند. آمدم خانه، میگه که همسرم با کسی مصروف زنا کردن است. شخص برای رسول الله میگه آیا از نظر اسلام اجازه است او را بکشم، قتل بکنم؟ حکم اسلام در این مورد چیست؟ از یک طرف غیرت صحابه را که آدم میبینه، از طرف دیگر آداب و اخلاق صحابه را میبینه، پایبندی به اصول و قوانین دین را میبینه، انسان تعجب میکنه. بسیار از مردمی که خود با غیرت میدانند، متدین میدانند، در این عرصه بسیار با مشکل خوردن و شما دیدید بارها. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای شخص میگه که حالا که برای همسرت اتهام وارد کردی، یا باید 4 شاهد بیاری حاضر بکنی ثابت بکنی اتهام رو بالای همسرت، یا ای که خودت آماده بکنی برای حدودی که اسلام وضع کرده، یعنی حد تهمت، تعذیر بشه، شلاق باید بخوره. مرحله اول اگر کسی میبینه که همسرش زنا میکنه، اگر توان عفو و گذشتر داره، آبرو و عزتش میتونه حفظ بکنه، قدرت بخشش داره، میتونه با او زندگی بکنه، خب این کار خودش است. میتونه بخشش بکنه، همسرش تعهد بگیره دوباره اشتباه رو نکنی، این غلط رو نکنی، میتونن با هم زندگی بکنه، زندگیشان ادامه بدن. و این گناه بین این زن به شوهر و الله است. توبه بکنه که دوباره این کار را انجام بده. اگر این قدرت را داره، از نظر اسلام کدام ممانعتی نیست. اما اگر نمیتواند با زنی که با او خیانت کرده، شوهری که با او خیانت کرده زندگی بکند، با محکمه اسلامی مراجعه میکنند. ببینید حکم اسلام چیست. آیا محکمه سنگسارشان میکنه؟ هرگز. شلاقشان میزنه؟ نه. زندان میاندازه؟ نه. ولو اگر اینها به اصطلاح مرتکب فعل شده، حالا قضیه ببینید چیست، و محکمه مراجعه میکنن، حکم محکمه چیست؟ شوهر میگه فشهادت احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقین. هر یکی از ایشان، زن و شوهر، 4 مرتبه قسم یاد میکنن و شوهر برای بار پنجم چی میگوید؟ به خدا هر آینه از راستگویان است. شوهر 4 مرتبه قسم یاد میکند، برای بار پنجم میگوید لعنت خدا، نفرین خدا بر من اگر از راستگویان نباشم. من راستگویم، یعنی راست میگویم، حرفم صادق است، خانمم مرتکب عمل شده. خب وقتی که این کار صورت گرفت دیگه شوهر خلاص میشه، قضیهش یک طرف. حالا میمونه خانم، حکم ازی چی میشه؟ سنگسار میشه، شلاق میخوره، زندان میره. عین قضیهش خانمم 4 مرتبه قسم یاد میکند، 4 مرتبه.
ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبین. خانم چهار مرتبه قسم یاد میکند و میگوید که شوهرش از دروغگویان است. وقتی که نی حالت صورت گرفت، خلاص هر دویش آزاد میشن، میرن پشت کارش. تفاوت در اینجاست که وقتی که ملاعنه صورت گرفت، دیگه ابدا نکاح اینها با هم دیگه درست نیست، از همین لحظه اینها از هم جدا میشن، خلاص دیگه نیازی به طلاق و بیگپ و گفتم نیست، از هم جدا شدن، رفتن پشت کارش و دیگه هیچ راهی هم وجود نداره برای بازگشت نکاح اینها، نمیتونن دوباره با هم زندگی بکنن. عزیزان بیننده، این خانم کهنسال که ظاهرا معلوم میشه که مسلمان است، از آقای نایک سوال میکند که اگر یک خانم شوهرش در حالت زنا با خانم دیگر ببیند یا در هنگام نوشیدن الکل یا شراب ببیند که گناهی کبیره، او زمان چی باید بکند؟ دکتر صاحب ذاکر نایک در پاسخ میگه که بسیار یک سوال مهم است، میگه که اگر یک شوهر به دنبال زنا می رود، باید خانمش او را تعقیب بکند و اصل ریشه و منبع از او را پیدا بکند که چی باعث شده که دست به این کار زده، و وقتی که او منبع را پیدا کرد، او عملی که باعث از این شده که شوهرش به سمت زنا برود، وقتی که او را پیدا کرد باید او را حل بکند، به هر طریقی که میشه باید او را حل بکند، بعدا شروع بکند برای اصلاح سازی شوهر خود. خب اگر چندین بار این کار اتفاق افتید، باز هم کوشش نهایی خود بکند که باید او را از این کار منع بکند و دست بکشد و تمام نیازهایش باید برآورده بسازد. باز هم اگر شوهرش اصلاح نشد با خود تصمیم میگیرد. ولی اگر دید که شوهرش کارهایش تمامش خوب است، مثلا خوب دیندار است، خوب نمازخوان است و کارهای نیک انجام میده، ولی یک گانه عملی که دارد امی است که زناکار است یا ای که شراب می نوشه، بعدن باز هم ادامه بده تا آخرش ادامه بده تا ای که او را اصلاح بسازد. Then she takes the decision that should she continue with the husband who she has tried to get him out of the sin. You know, maybe you've tried for 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Or you say, okay, fine, that the other aspects of the husband is really very good. He's very good. Everything else is fine. Only this one point, only has alcohol. Everything else is excellent and very good. Fine, I don't mind compromising. Yet to continue trying to see to it that he comes out of alcohol. So that's the decision that is taken by the wife. And how well is she able to convince the husband to come out? But she should never give up and try and continue till the last moment, till she convinces him. Hope that answers the question. امیدوار هستم که ویدیوی امروزی ما کم هم برای شما مفید تمام شده باشد. شما هم نظریات سالمتان را در قسمت کامنت با ما شریک سازید. ویدیوی ما را لایک بکنید و اگر تا به حال کانال ما را سابسکرایب نکردید، حتما کانال رساین فور را سابسکرایب بکنید. تا دیدار بعد، اوقات و لحظات همتان خوش. خدا نگهدار.